الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خدمت شما بینندگان عزیز عرض سلام دارم و عذر میخوام از این که امروز باید منو تحمل کنید به دلیل مشکل کوچیکی که برای آیه هاشمی پیش اومده. این هفته بنده در خدمتتون هستم، سعی میکنم حق مطلب رو آنچنان که باید ادا بکنم. مطمئنن به توان بنده، به توان استاد هاشمی نخواهد رسید، ولی آنچه که هست اینه که باید این پل ارتباطی وجود داشته باشه و بنده در خدمتتون هستم با این برنامه. همونطور که هفته‌های قبل هم برنامه حقیقت‌های پنهان تاریخ رو دنبال می‌کردید، موضوعی که در این برنامه دنبال می‌کنیم و در این قسمت‌ها رسالت پیامبر اکرم علیه السلام هستش و در این قسمت بحث ما بحث عهد مکی یا دوره مکی این تاریخ اسلام هست که دعوت ایشون رو مرور کنیم با حضور کارشناسایی که در خدمتشون خواهیم بود در برنامه و سعی میکنیم که وضعیت موجود مکه رو به لحاظ اجتماعی و تاریخی بررسی کنیم و ببینیم که پیامبر اکرم علیه السلام چگونه از این وضعیتی که مطمئناً اطلاعات جست گریخته ای رو در طول شناختتون از تاریخ اسلام دارید، مطمئناً میدونید که در اون زمان با مشکلات بسیار فراوانی ایشون مواجه بودند، با یک جامعه ای که معروف به دوران جاهلیت، یعنی کاملا از هر گونه توحیدی بری بوده و با گذر زمانی که از نبوت حضرت ابراهیم در اون منطقه‌ای که ابراهیم در اون نشأت گرفته علیه و علی نبینا افضل الصلاة و السلام، به انحرافاتی کشیده شده بوده که پیامبر پرچم رسالت رو به دست میگیره و تمام توانش رو برای اینکه از تمام پتانسیل موجود در اون جامعه استفاده بکنه برای اینکه این مسیر توحیدی رو که حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا افضل الصلاة ایجاد کرده بوده در اون منطقه مجددن تجدید بکنه این قضیه رو و به شکل یک رسالتی که در واقع باید رسالت خاتم باشه، پیامبر خاتم هستیشون، رسالتی که باید پایان دهنده تمام رسالت ها باشه در این دوران و دا اون وضعیت بغرنجی که در منطقه عربستان وجود داشته شکل بده و بتونه به سرمنزل مقصود برسونه و آنچه رو که از طرف خداوند موکول شده بهش بتونه به نحو احسن به نتیجه برسونه. در این مورد مطمئناً کمک‌های نیاز هست که از کارشناس‌های محترم برنامه کمک بجوییم تا بدونیم کنکاش کنیم این موضوع رو و به همین خاطر اجازه بفرمایید یک میان برنامه رو با هم می‌بینیم. استراحت کوتاهی خواهیم داشت تا تماسمون رو با کارشناس‌های برنامه ارتباطمون برقرار بشه و بتونیم با از اطلاعاتی که در اختیار ما میذارند و در اختیار ما و شما در واقع میذارند بتونیم موضوع رو باز کنیم و دقیق تر به این مسئله بپردازیم. با هم دیگه میان برنامه میبینیم، بعد در خدمت شما خواهیم بود. بله، جناب آقای خدمتی اولین کارشناس برنامه هستن که ما افتخار ارتباط با ایشون رو داریم. جناب آقای خدمتی اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم علیه السلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه. علیک السلام و رحمت الله و برکاته. عرضم خدمتتون که همینطور که از صحبت های اولیه بنده مشخص شد، بحث رسالت پیامبر علیه السلام رو داریم و خصوصا در عهد مکی ایشون مواجه بودند با یک جامعه‌ای که در واقع به جاهلیت، به جاهل بودن معروفند، عربستانی که
مملو از مشکلاتی بود برای اینکه یک توحید فراموش شده رو دوباره در واقع پیامبر اکرم علیه السلام یک رنسانس رو با در این جامعه ایجاد میکرد، یک تحول مجدد و بازگشت به یک توحیدی که پایگزارش ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه و علیه نبینا افضل السلام بوده. این پایریزی با ریشه‌ای که متاسفانه با خرافاتی که در منطقه ایجاد شده بود، یک جورهایی در زیر این خرافات و جاهلیت پوشیده شده بود، باید دوباره شکل می‌گرفت و این رسالت رو پیامبر از خداوند تحویل گرفتن برای اینکه برسونن به سرمنزل مقصود. خواستم خودتان مقدمه‌تون اگه ممکن هست مقدمه در این مورد بفرمایید تا حالا سوال‌هایی که پیش اومد من در خدمتتون باشم و توضیحاتی که لازم هست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على آله و اصحابه و الله، اما بعد. قبل از این که دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم را در مکه ما شروع کنیم، اگر اجازه بدید ما برگردیم به یک سیرت ذاتی قبل از نبوت، قبل از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیامبری برسند. اگر که حضرت علی و طاهر بینندگان به تاریخ مراجعه کرده باشید، میبینید که رسول اکرم صلوات الله تعالی و سلام علیه در مکه به عنوان یک جوان امین، یک جوان اهل فکر، اهل اجتماع و اهل مشورت بودند، اهل اقتصاد بودند، یعنی از اون جوانهای تراز اول اهل مکه که میشد روشون حساب برد و از لحاظ امانتداری و صداقت و جدی بودند. ولی این که همچون که شما اشاره فرمودید در مسئله ارسال پیامبران از زمان آدم تا قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم، تمام انبیا همچون که تعبیر قرآن می‌فرماید ثم ارسلنا رسولنا تترا، پشت سر هم پیامبران فرستادیم، هدف از این ارسال و هدف از این بعثت پیامبران پشت سر هم دیگه که هر تعدادشون بعضن بیشتر از چند هزار میگویند، در قرآن 25 نفر ذکر شده و ولی است که بیشتر از اونها بودن به تعبیر قرآنی که می‌فرماید منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصصهم علیک، بعضی از این پیامبران داستانشو برای شما ای محمد بازگو کردیم، بعضی هم بازگو نکردیم. از این فرمایش الهی مفهومه که تعداد پیامبران بیش از اون چیزی که در قرآن بوده هستش. حالا این مرحله از زمان آدم تا قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله مرتبا پیامبران میآمدند و مردم را برای یک تا پرستی دعوت میدادن. جالب اینجاست که ما به این مسئله توجه کنیم، یک رساله و یک پیامی که همه پیامبران درش موحد بودند و یک پیام داشتند و دوتا نبود، یک تا پرستی بود. یعنی مسئله یک تا پرستی واجب و مهمه و حرف اولو میزد در دعوت تمام پیامبران. مراحل عبادت، مراحل نماز، مراحل روزه در سایر پیامبران و سایر ملت‌های پیامبران بود، اما به گونه‌های مختلف، ولی اون چیزی که در آن مشترک بودند و یکی بودند و دو تا نبودند، مسئله توحید و یکتا پرستی بود که خداوند می‌فرماید ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، ما در هر ملتی پیامبری فرستادیم که این حرفا بزنند، این را به مردم بگند، ایها الناس بیایید خدا یکتا را بپرستید و ما سوا کنار بذارید. یعنی اون چیزی که غیر از خداست و هر چی باشه کنار بذارید، این خدایانی که خود برای خود درست کردید اونها را نپرستید و روی بیاورید به پرستش ذات الله که به حق مقبول، استحقاق و و شایستگی عبادت دارد. این مسئله تا زمان قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه بود. ولی خب چون که فاصله بین ارسال پیامبران تا پیامبر بعدی بعضی وقتا طولانی میشد، این دعوت کم رنگ تر میشد، یعنی اون ابهت و عظمتش رو از دست میداد به خاطر فاصله زیادی بعضن بین این پیامبر تا پیامبر دیگر، تا ارسال پیامبر دیگر. دقیقا همین مطلب در اهل مکه بود قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بعثت بشن و مأموریت پیدا کنن برای پیامبری. دیگه مردم اون دین توحید ابراهیمی که برای
آن بعثت شده بود حضرت ابراهیم علیه بینوا علیه السلام کم کم رها کردن و به طرف بت پرستی و شرک و اون چیزایی که در حقیقت خودشون درست کرده بودن، خداهای مختلفی که خود اهل مکه روایت میکنند که شب درست میکردیم یک خدایی، بعد میبینیم که صبح میرفتیم میبینیم که خالد بن ولید ببخشید خالد بن ولید روایت میکنند میگوید که قبل از اسلام ما میبینیم که همه ما اهل مکه خدایانی میتراشیدیم از سنگ و از چوب، بعد دور کعبه میگذاشتیم و شب میپرستیم، صبح میومدیم دو مرتبه عبادت کنیم، میدیدیم که از این حیوانات و از این در حقیقت پرندگان یا خزندگان روی آنها حتی نجاست کردن. بعد به خود میگفتیم که این چه خدایی که نمیتونه این نجاست و پلیدی را، مثلا ادرار روباه، یک حیوان روباه را از خود جدا کنه. لا خیر فی رب یبور علیه الثعالب، این خیلی در این خدایی نیست که نمیتونه از خود این نجاست دور کنه. اینقدر مردم از لحاظ فکری و از لحاظ پرستش به درجه انحطاط و پایین رسیده بودند که سنگ و چوب و درخت و هر چی بود میپرست، آمادگی پرستش غیر خدا داشتن هر چی که بود. این در دوران قبل از هست، در حقیقت زمینه فراهم است و نیاز مبرم برای یک مصلح، برای یک مرشد، برای یک هادی که همانا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. این مقدمه بود در دوران قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله، بعد ایشون مواجه میشن با یه همچون جامعه، یه جامعه‌ای که یه پیشینه از توحید درش بوده که حالا به شکلی منحرف شده و الان باید اینو زنده کنن مجدد. برای زنده کردنش فکر نمی‌کنید شاید همین نقطه، یعنی همین که ربوبیت وجود داره در این جامعه، یه حالا یک پیشینه‌ای داره، پیامبر علیه السلام باید از این مسئله استفاده می‌بردند، ولی با ذرس قاطع و با قدرت تمام از همون ابتدا در مورد الوهیت صحبت میکنند. ربوبیت رو با توجه به اینکه همه اهل مکه تقریبا خدا رو به عنوان یک خالق هستی میپذیرفتند، اما ایشون این مسئله رو میذاره کنار و دعوت رو از الوهیت شروع میکنه. خواستم در این مورد اگه ممکن هست توضیح دقیق بفرمایید، خیلی متشکر میشم، که چرا این اتفاق، چرا از این ربوبیت استفاده نکردن ایشون برای اینکه بخوان مسیر رو برای دعوت باز بکنن. جالبه. قبل از این که من جواب بدم خدمت شما در مسئله انواع توحید و توحید رسول صلی الله علیه و آله، اگر اجازه بدید من به یک نقطه اشاره کنم خیلی خلاصه و کوتاه. البته اگر که ما این مسئله دعوت رسول صلی الله علیه و آله در دوران مکی، در دوران 13 سال مکه بخوایم حتی خلاصه هم ذکر کنیم، احتیاج به اقلا 13 جلسه مثل جلسه امشب اندازه‌ای دارد که باز هم بافشرده از میتونیم دکتر اصلا این که ما کل دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در 13 سال بخیم در یک شب یا چند دقیقه عرض کنیم که این محال است. ولی دقت میکنیم که به اصطلاح فشرده این مسئله رو من بیان کنم. قبل از پاسخ به فرمایش به سوال حضرت علی، رسول الله صلی الله علیه و سلم باید برای بینندگان واضح کنیم که حضرت 13 سال در مکه دعوت داشتن. این دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم در سه مرحله بود، یعنی یک دعوت مرحله سری دعوت که آشکار نمیشد و میترسیدند رسول الله صلی الله علیه و سلم و همراهانش که دعوت را علنی کنند. بله. و یک مرحله علنی بود که در بدایت سال چهارم بعثت شروع شد تا آخر سال دهم. یک مرحله هم مرحله سوم دعوت خارج از مکه بود که تقریبا 3 سال به طول انجامید قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه هجرت کنند. حالا این دوران، هر دورانی از این 3 مرحله خودش یک داستانهایی و یک اتفاقاتی افتاده که باعث که از آن درسها گرفت. اولین چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله بعد از اینکه وحی بر آن نازل شد به خانه خود برگشت، خیلی خلاصه عرض میکنم خدمت حضرت علی و بینندگان که این مسئله بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله از غار حرا برگشتند و داستان نزول جبرئیل برای ایشان برای ام المؤمنین خدیجه گفتند که در حقیقت خدیجه کسی بود که رسول الله صلی الله علیه و آله
در خوبی و در بدی همراهی میکرد و حضرت خدیجه ایشون رو دلداری کرد و ایشون رو به ایشون گفت این چیزیست که به حضرت موسی نازل شده و نزد یکی از کسانی بود که در حقیقت دین مسیحی داشت و بشارت خیر به او دادن که گفتن اگر من زنده بودم شما را یاری خواهیم کرد و حتما شما را از مکه بیرون میکنند و فرمودن آیا من این یعنی مردم من از مکه بیرون میکنند؟ بله اینطور هست، هر پیامبری این چیزی که شما انجام دادید یا میخواهید انجام بدهید یا حرفی که نزدید میخواهید بزنید دعوت به یک تا پرستی کنید مواجه با این مشاکل بوده است. بعد از این مرحله دعوت میرسه به انذر عشیرت کن اقربین، اون چیزی که خدا بهش دستور میده که حالا خیشاوندان را شما باید دعوت بدید. بعد میفرماید که قبل از این مرحله میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و آله به خانه برگشتند و از ترس این بار شدت بار وحی فرمودن که مرا بپوشانید و زنبیلونی زنبیلونی که آیه نازل شد که بلند شد مردم را بله مردم را بترسون و خود را پاک ساز و لباس خود را طاهر ساز و برای یک چیز مهمی آماده باش. و جالب اینجاست که در این مرحله مهم و حساس ما اشاره کنیم به همراهی رسول الله صلی الله علیه و آله، کسانی که رسول الله صلی الله علیه و آله تصدیق کردن. اولین کسی که به ایشون ایمان آورد از مردان حضرت ابوبکر صدیق بود. این جای یادآوری است که با عنوان برنامه شما هم مطابقت داشته باشه که حقیقت‌های پنهان تاریخی که تا حالا به ما نگفتند یا اگر گفتند به طور خیلی گذرا گفتند. در حقیقت در لحظه شدت و جایی که اگر بنا باشد کفار قریش این را بدانند، ابوبکر صدیق و همه کسانی که به رسول الله ایمان آوردن اونها را کار اونها را یکسره خواهند کرد. ابوبکر صدیق از میان مردان به رسول الله صلی الله علیه و آله اولین کسانی بود ایمان آورد. حضرت خدیجه از میان زنان بود همسر رسول الله صلی الله علیه و آله و از میان دواران یا خردسالان که حضرت علی اون زمان 10 سال داشت در خانه رسول الله صلی الله علیه و آله بزرگ شده بود. این معروف است در تاریخ. اما اون چیزی که بستر این کسانی که ایمان آورده بودند درآمد در تاریخ ذکر میشه که ابوبکر صدیق روزی دفاع از رسول الله صلی الله علیه و آله میکرد که مورد ضرب شد قرار گرفت به گونه‌ای که کتک خورد و صورت مبارک از ابوبکر صدیق زخمی شد، خون می آمد که جبهه حضرت چشم و بینی و پیشانی حضرت مشخص نمی شد. منظورم از ابوبکر صدیق زمانی که آن را به خونه بردن به هوش آمد. بعد جالب اینجاست که ایشون اولین حرفی که زدن بعد اینکه به هوش آمدن فرمودن که رسول الله کجاست، رسول الله چه بر سرش آمد؟ گفتن شما خودتون دارید میمیرید. بهش آب دادن یه کمی که حالش بهتر شد. گفتم رسول الله کجاست؟ تا اینکه فرمود که من چیزی نمیخورم چیزی نمیاشمم تا مرا ببرید نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و از حال ایشون مطلع بشم. جالب اینجاست که این یارانی داشتند رسول الله صلی الله علیه و سلم در بدایت دعوت در سخت ترین وقت دعوت و یک دعوت به اون زمان به اون کیفیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 سال در مکه به شکل خیلی سری دعوت کردن. مراحل دعوت استاد اگه اجازه فرمایید ما یه تلفن داریم اینو میشنویم، باز برمیگردیم به ادامه این بحث دعوت سری و حمایتی که از دوستان خصوصا از حضرت ابوبکر رضی الله عنه داشتن ایشون. آقای شهاب از درگهان ظاهرم پشت خط هستن. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستی شما؟ متشکرم، در خدمت شما هستم. بفرمایید. سوالی داشتم در مورد اهل مکه. قبل از اسلام کفار بودن یا مشرک بودن؟ بعد اگه ممکن هست یک بار دیگه سوال اولیتون رو بفرمایید. من میگم اهل مکه قبل از اسلام مشرک بودن یا کفار بودن؟ مشرک بودن یا کافر؟ بله. آره، بعد لفظ مشرک و کفار، کافر که تو قرآن اومده فرق چیه؟ کدومش خدا رو قبول نداره؟ تفاوت این دوتا لفظ رو هم میخواید؟ بله. مرسی، من رو مزاید تو میگنید. خواهش میکنم، خیلی متشکر از تماستون. مطمئنن استاد خدمتی پاسختون رو خواهند داد. در جواب ببینندمون در رابطه با مسئله کفر و شرک، کفر اهمتر از شرک عامه، انکار تمام اون چیزی که برای یکتا پرستی و برای توحید هستش. مسئله اون مردم اون زمان که موسوم به کفار قریش و مشرکین قریش بودن، هر دو صفت در اونها بود، هم صفت کفر و هم صفت شرک. اتفاقا
این قسمت میتونه از جواب سوال حضرت یاری باشه که به بنده پرسید در رابطه با مسئله تاکید رسول الله صلی الله علیه و آله در رابطه با توحید الوهیت. یعنی مسئله کفار قریش که همان اسم کفر و انکار معبود میکردن و انکار خالق میکردن. ببخشید برای اینکه باسر بشه برای بقیه بینندگان، این تفاوت کفر و شرک رو میفرمایید قبل از اینکه حالا یه ذره باسر کنیم؟ انکار کردن هر معبودی بره. انکار کردن هر معبودی چه در خلقت و چه در روزی رساندن، این رو کفر مینامند. انکار کردن، حالا اگر بحث لغویش ما اصطلاحیش رو نخواهیم بحث کنیم بره. به طور اجمال این میشه انکار کردن و اقرار نکردن به هیچ معبودی. یعنی دقیقاً ما میتونیم بگیم یک نفر مثل، حالا اگر که الان بتونیم مثال ساده شو بزنیم بله. اونهایی که ایده کمونیستی و ایده لائیکی دارن در حقیقت انکار میکنن که هیچ چیزی نیست، هیچ به عنوان اله و خالق بهش اعتقاد ندارن، کافرند. انکار تمام اون چیزی که اینکه اصلا خالقی وجود دارد رو رد میکنن. اصلا رد میکنن. اینا میشن کافر. حالا مشرک کافر. اونهایی که اقرار به یک خدایی دارند که خالق است و رازق است، اینها مشرکند در عبادت خود. اما قسمتی از عبادت و قسمتی که همان دعا باشد و نذر باشد و عرض شود که عبادت باشد و نماز باشد، برای غیر خدا انجام میدن، اینها میشن مشرک. این دقیقا این سوالی که شما فرمودید در مسئله ربوبیت و الوهیت، ربوبیت و الوهیت در زمان بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله، اهل مکه و قریش به این مسئله اعتقاد داشتند. طبق آیه سوره یونس و طبق آیه سوره مؤمنون، در اونجا در سوره یونس آیه 38 می‌فرماید: ولا قل من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر. جواب چی می‌دادند؟ فسيقولون الله قل افلا تعقلون. در معنیش بگو چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی میدهد. ببینید این مسئله به اون اعتقاد داشتن که روزی رسان خداست. بله. چه کسی شما را میمیراند، چه کسی شما را زنده میکند، همه میگویند الله. بگو پس شما که میدانید الله خالق است و رازق است و زنده کننده و میراننده است، پس چرا بهش ایمان نمیآورید؟ افلا تتقون، نمیترسید از عذاب روز قیامت؟ در سوره مؤمنون اگر این بینندگان یاد داشتن، طبق این که عادت ماست بنده عرض میکنم، میشه آیه 84 الی 89 سوره مؤمنون، این را میفرماید: قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون سیقولون لله قل افلا تذکرون. آیه بعدیش: قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون لله قل افلا تتقون. آیه بعدی: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. معنیش اینه که بگو زمین و آسمان و طبیعت از آن کیست؟ کی آفریده؟ به زودی پاسخ میدن که این خدا آفریده، ما میدونیم الله آفریده. ایمان به این که خالق کائنات خداست داشتن، همین را میرساند که مسئله توحید ربوبیت در اونها بود. یعنی میدونستم که رب هست و خالق هست و رازق هست، اما اشکال آنها در مسئله الوهیت بود، در پذیرش این که الله یکتاست، اینو نمیپذیرفتن. الله یکتاست یا شریکی در عبادت ندارد. بله، هر کس برای خودش الهی داشت، الهی درست میکرد، اله زمستان، اله تابستان، اله باران، اله باد، هر کدوم برای خود. در همون جا که زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این صحبت، البته در آینده خواهد آمد، زمانی که مشرکین قریش نهایتاً مایوس شدن از اینها و گفتن که بلند بشیم بهش پیشنهاد بدیم به پیامبر محمد پیشنهاد بدیم که بابا شما هر چیزی میخواید ما بهت میدیم، یکم با ما کنار بیا، اینقدر بد خدایان ما نگو، ما هم کاری به شما نداریم. شما فرمودن که شما، من یک چیزی به شما میگم، اگر قبول کنید تمام اون چیز مشاکل حل میشه، بگویید لا اله الا الله، این به حرف بزنید. گفتن اجعل الالهة اله واحدا ان هذا لشيء عجاب، در سوره صاد. بله، اصلا یعنی پذیرش این مسئله براشون اصلا عجیب بوده. حالا تمام خدایان را یک خدا کرده محمد، حالا
اینجا جالبه که در پاسخ حضرت عالی، در پاسخ سوال حضرت عالی که فرمودید این مسئله چرا رسول الله صلی الله علیه و آله تاکید می‌کردن، اگر ما باز به قرآن برگردیم در سوره زمر، اوائل سوره زمر، در آیه 3 سوره زمر، بنده این تا عرض می‌کنم که بینندگان یا قرآن باز کنند یا بنویسن. سوره زمر سوره مکی است. در اوائل سوره زمر آیه 3 این را می‌فرماید که اگر که من آیه را اول بخونم، ما نعبدهم علی آل الله دین خالص، آیه 3 از اول آیه 3، بله دین فقط برای خداست. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اونهایی که غیر از خدا را میپرستند، کسی که غیر از خدا میپرستند، بهانه و دلیلشون چیه؟ به چه استدلال میکنن که غیر خدا میپرستند؟ میدونن که این معبود نیست و این آفریننده نیست و این روزی دهنده نیست، ولی چی میگفتن زمانی که بهشون گفته میشد چرا اینها را میپرستید؟ جوابشون این بود که ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ما اینها را نمیپرستیم مگر اینکه این بت ها ما را به خدا نزدیک میکنند. اگر که حضرت علی و بینندگان به این مسئله توجه کنند، مسئله عبادت یا قرار دادن قسمتی از عبادت برای غیر خدا، این روزه ما اگر که از لحاظ فیزیکی توجه کنیم، حالا اینو تو پرانتز من درس کنم، تا مقایسه عبادت امروزی که ما خود را یا بعضا خود را انتصاب میدهیم به امت محمد صلی الله علیه وسلم، ولی از دعوت و از راه و روش و سنت این حضرت دوریم. این که کفار قریش یا هرچی که اسمش میتونید بگذارید قبل از دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله یا در زمانی که حضرت بهشون دعوت میدادند، میگفتند که ما اینها این بت ها نمیگویم خدا، نمیگویم رازق، نمیگویم خالق، میگویم اینها اشیا یا چیزهای محترمی هستند، ما را به خدا نزدیک میکنند. اگر من یک سوالی در اینجا خدمت شما بینندگان عرض کنم، چه فرقی است بین اوشون که 1400 اندی سال در زمان دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه این حرفا می‌زدن، و بین افرادی که در امروز قسمتی از عبادت خود را برای غیر خدا انجام می‌دهند و لسان حال آنها اینه که ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ما اگر قبر می‌پرستیم، اگر طواف قبر می‌کنیم، اگر نذر فلان اولیا می‌کنیم، فلان قبر می‌کنیم، یا از قبر می‌خواهیم دفع مذرت یا طلب منفعت از صاحب این قبر داریم، نمیگیم که این قبر خداست، نمیگیم که این رازقه، نمیگیم که این خالق کائنات هست، میگویم ما به وسیله اینها خود را به خدا نزدیک میکنیم. خب توجه کنید به این مسئله، از لحاظ فیزیکی چه فرقی است بین این حرف و اون حرف 1400 اندی سال پیش؟ شاید این ناشی از این باشه که انسان خودشو خیلی پایین میبینه، یعنی فکر میکنه توانایی ارتباط مستقیم با الله رو نداره. انسانی که خودشو در ضعف میدونه، فکر میکنه باید یک رابطی باشه برای که بتونه پیام خودشو، دعای خودشو، درخواست خودشو به الله باری تعالی برسونه. حس نمیکنید این مسئله ناشی از این موضوع باشه؟ دقیقاً اینطوریه، به دلیل اینکه خدا در سوره بقره باز هم میفرماید که اگر بندگانم از من درباره من از تو بپرسند، حتی این هم نگفت محمد صلی الله علیه و آله که بگو، به کلمه بگو هم نگفت. اگر که اهل قرآن، کسانی که اهل تلاوت قرآنن، به این مسئله برگردن، قبلش یسالونک و درباره احکام میپرسند، بعد اینجا میاد که فاذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت داعی دادان، اگر بنده من درباره من از تو بپرسن، من به بندگان نزدیکم. یعنی یک کلمه قل که متشکل از دو حرف قاف و لام هم به کار نبردن ذات اقدس الهی که میان رسول الله صلی الله علیه وسلم و خدا باشد، که بنده مستقیم از خدا بخواهد این اکرمکم عند الله اتقاکم، خدا را بخواهید، مستقیما از خدا بخواهید، بگوید یا الله. و اذا حضرت ابراهیم اینطور میفرماید و اذا مرضت فهو یشفین، اگر که مریض بشم الله هست که به من شفا میدهد، و هیچ چیزی را واسطه قرار ندادن بین خود و خدا. و همین آیه که کردم، آیه 3 سوره زمر، همین رو میفرماید که واسطه‌ای بین خدا و بنده نیست. اون هم چه واسطه‌ای؟ ممکنه یک سوء تفاهم به وجود بیاد که اگر این چنین درست نیست، پس چرا
زمان پیامبر از پیامبر میخواستند که براشون دعا کنه. خوب باش توجه کرد، واسطه یعنی مرده، اینجا که نهی هست یعنی از مرده چیزی نطلبید، اما تقاضای دعا از زنده کردن که مباهه، کسی درش حرفی نزده. به اتفاق بنده به حضرت عالی بودم التماس دعای خیر برای من دعا کنید، شما که مسافر هستید دعای مسافر مستجاب من از دعای خیر فراموش نکنید، این چیز مباهی و جایزی است. اما اون چیزی که از ما از آن معنی شدیم و ما را به دایره شرک نزدیک می کند بلکه می اندازد در وسط گودار شرک، این است که ما بین خود و خدا کسی را قرار بدیم، اون هم یک مرده، طواف یک مرده کنیم. این مرده هر کی باشد، این حضرت علی و بینندگان باید توجه کنند، اگر که رسول الله صلی الله علیه وسلم اشرف مخلوقات است، جایز نیست که ما از قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزی بخوایم، یعنی بیستیم جلو به قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم بگوییم یا رسول الله دستم به دامن بچم مریضه شفا بدید. این مسئله اصلا این من فکر کنم کم لطفی در حق خودمونه، به نظر من از حق خودمون بگذریم، در زمانی که میتونیم مستقیما با الله باری تعالی این امکان در اختیار ما قرار گرفته، این فضل رو در واقع خداوند به ما داده که ما بتونیم مستقیما باشون در ارتباط باشیم، بخوایم اونو منحرفش کنیم و یه مسیر دیگه ای رو ایجاد کنیم برای ایجاد ارتباط. بله، این مسئله ما را به همون شرک و به همون انحرافی که در حقیقت کفار قریش یا مشرکین قریش دارن برمیگردانه، اگر چه هم ادعای دین داشته باشیم. جالب اینجاست که ما غافل از این که اگر که حضرت علی یادتونه در یکی از برنامه‌های حضرت علی که از بنده پرسی در رابطه با مسئله اون استهزایی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌کردن و کاریکاتورهایی که در کشورهای نروژ یا غربی در این باره بنده عرض کردم، این از جهالت اونهاست. حالا این مطلب، این حرف هم بنده به همونها میزنم، این از جهالت کسان و نادانی کسانی است که رو میآورند به قبرستان، به قبرها، به گنبد، یا اونهایی که در حقیقت یک نوع بارگاه درست کردن و گنبد درست کردن روی قبر صالحین، روی قبر اولیا و ائمه، و از آنها در حقیقت یک نوع دکانداری و یک نوع کسب روزی میکنن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. و غافل از این که تمام مردم هم اگه مشرک بشن و اگر در جهنم بسوزن مسئله‌ای برای اونها نیست، چون که از این راه کسب روزی میکنن. و اینجاست که در آخر سوره احزاب، در آخر سوره احزاب خدا همین میفرماید که اونهایی که تابع کسانی شدند که اونها رو گمراه کردند و به این منجلاب انداختند، بیزارن و میگویند خدایا عذاب اینها را چند برابر کن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، بینا لعنت زیادی بکن، اینها باعث شدن که ما گمراه بشویم و اینها ما را به این منجلاب و به این شرک و به این بت پرستی انداختن. ما که نمیدانستیم، اینها که میدانستن این گمراهی و این راه غیر مستقیم را برای ما نقشه کشیدن و تحویل ما دادن. این را در سوره احزاب آیه 64، بله، آیه 64 تا آیه 69 تا آیه 68 سوره احزاب میفرماید ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول. ای کاش که از خدا و رسولش تبعیت کرده بودیم. چی میگویند دنبالش؟ قالوا ربنا، ای خدایا، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا. ما از اینها تبعیت میکردیم، اینها بزرگتر بودن، اینها مقلد بودن، ما مقلد بودیم، اینها میگفتن از ما تبعیت کنید، اینها ما را هم به همون شرک و گمراهی کشوندن. خدایا اینها ما را گمراه کردن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، خدایا عذاب اینها را دو برابر کن، اونها لعنتی بزرگ بده و اینها را از رحمت خود دور کن، اونها باعث شدند که ما گمراه بشویم. ولی متاسفانه زمانی به این مسئله پی می‌خواهند برد که دیگه دیر هست و جوابی نخواهند گرفت در آن دنیا. باید امروزه به فکر این مسئله باشیم. استاد تلفنی داریم، اگه اجازه فرمایید تلفن بیننده رو پاسخ بدیم، باز در خدمت شما خواهیم بود با ادامه بحث. آقای علی از شیراز اینطور که در به من اطلاع میدن. سلام علیکم و رحمت الله. شما خسته نباشید. متشکرم. همچنین سلام خدمت کارشناس خوب برنامه. من در مورد سخنانی که آقای کارشناس برنامه عرض کردن کاملا
قبول دارم و سخنان خیلی قشنگ هستش، اما در این باره که حرف از بدعت شد و حرف از این شد که مثلا هرچند با قبول کردن خداوند یکتا، بله، ولی باز هم سری بدعت ها رو اضافه کردن که حتی خداوند بزرگ مرتبه هم حتی اینا رو علناً تکذیب کردم. در سوره فاطر آیه 13 و 14 آقای عبدالفتاح حتما اطلاع دارن که خداوند شاید این دعایه، من قرآن را که خوندم واقعا با تم شیرین ترین و قشنگ ترین. بله بفرمایید آیه رو بگید چون وقت نیست. متشکرم. آیه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کلون یدری لعجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فادامه آیه ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم بلا ينبئكم مثل الخبير. خب من میخوام در مورد این دعایه صحبت کنم که خداوند در این دعایه فرمودن که این مردگان یا همین عزیزان اول این که نمیتونن بشنون و اگر هم بشنون قادر به مستجاب این دعایی که ما توسل میشیم بهشون این کسان نیستن و یوم و روز قیامت میشه که همین عزیزان و یوم القیام یک فرونکم به شرکم، همین عزیزان روز قیامت میگن این جماعت که ما از ما دعا میخواستن و توسل میشنن به ما از جماعت ما نیستند و اینها شرک بوده است، همینجور که در قرآن آمده است. بله. من فقط میخواستم چون که واقعا جای این دعایه در این سخنان خالی بود، گفتم که واقعا اشاره کنم به این دعایه و آقای عبدالفتاح در مورد این دعایه حتما صحبت کنند. و بینندگان عزیزم خواهشی که دارم اینه که واقعا در مورد سوره فاطر آیه 13 و 14 خودشون بخونند و حرف خدا را بشنوند، بلکه حاجتی بشه. ممنون از مشارکتتون. بله بله من دیگه از عرض نداشتم، خیلی ممنون. همچنین واقعا جای آقای هاشمی هم واقعا داشون خالی، انشالله سلام آرام به آقای هاشمی برسونید. علیکه دعا، حتما سوال سلامتون میرسه. حتما در مورد این دعای صحبت. بله بله بله، خیلی متشکر از تماستون و ممنون. زنده باشید. خداحافظ شما. بله استاد در خدمت شما هستیم. صحبت‌های این دوستمون رو شنیدید، آقا علی از شیراز. بسیار جالب، بسیار تفکر جالبی دارن و این مسئله و آیات دیگه که هر شبت که همین چیزی که فرمودن در آیه 13 سوره فاطر، سوره فاطر در صفحه 436 هستش، اگر بینندگان قرآن دارن و اگر ندارن باز کنن و بنویسن آیه که بینندمون فرمودن 13 تا آیه 13 و 14 سوره فاطر. و شبیه این آیات که ان الذين تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر. حالا این جالب اینجاست که میگن اونهایی که غیر از خدا شما میخواهید، اونا حتی به اندازه اون هسته خرما یا اون نقطه‌ای که در حقیقت در هسته خرما هست، نقطه‌ای قطمیر رو میگن، نقطه‌ای که در پشت هسته خرماست، به اون اندازه هم چیزی نمیتونه، در توان نه در توانشون نیست. یعنی اینقدر عاجزن که شما اونها را میخواهید که خودشون عاجزن، اینقدر عاجزن، بعد از اونها میخواهید چیزی کاری برای شما انجام بدهند. همیشه اگر که بینندگان توجه کنند به حضرت عالی، خطاب الله تعالی به اهل خرد هست، این ذالک ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اهل خرد، برای کسانی که واقعا شعور دارند. یا در جای دیگر میفرمایند افلا تعقلون، آیا عقل ندارید؟ افلا تشعرون، آیا شعور ندارید؟ یکم به خدایید، اولا عقل را قرار میدید. شما فکر کنید کسی که دیگه از بین رفته، کسی که ان الذين تدعوهم من دون الله لا يسمعوا دعاءكم، ان تدعوهم لا يسمع، حتی اینا ابدا نمیشنوند، به فرضی که بشنوند هم نمیتونن جواب شما بدن، نمیتونن برای شما کاری کنن. و روز قیامت هم یک فرو نبشه که. جالب اینجاست که بیننده من قشنگ استدلال کردن به این آیه سوره فاطر، جناب آقای علی، خدا علی بخیر بهش بده، میگن روز قیامت هم اینا از شما بیزارن.
خدایا ما که نگفتیم بیان قبر ما را بپرستن، ما را معبود قرار بدن. اونا خودشون اومدن ما را خدا قرار دادن و ما را شریک تو قرار دادن. ای الله، ما از اینها بیزاریم. و یک فرون به شرک کم این اسم شرک گذاشته. ببینید، یعنی قرار دادن قسمتی از عبادت برای خدا، این رفتن نزد قبر و از قبر خواستن و از مرده خواستن، طلب نفع یا دفع مضرت. حالا یک چیز عام نیست، هر چی که طلب نفع شفاست، روزیست، موفقیت، قبول در دانشگاه، در ازدواج، در نمیدونم، تمام اینها طلب نفع از قبر خواستن میشه. اینو میشه شفت. دفع مضرت، نمیدونم مبتلا به فلان چیز نشم، فلان اتفاق بد برام نیفته، این کار برام، تمام اینها. استاد یه فرصت دیگه ازتون بگیرم، یک تلفن دیگه داریم. ظاهرا آقا علی از شیراز باز پشت خط هستن، ایشون اگه ممکن است صدا ایشون رو میشنویم در خدمت شما خواهیم بود با ادامه این بحث. سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید. متشکرم. خواستم ببینم در مورد آیه 35 سوره مائده. آیه 35 سوره مائده. سوره مائده، بله. و آیه 57 سوره اسراء. آیه 57 سوره اسراء. میتونید خودتون بخونید آیه رو؟ بله. آیه رو لطف میکنید علی آقا، ممکن هست آیه رو بخونید کامل بدون اینکه فقط به یه تیکش اشاره بفرمایید؟ قرآن در مورد وسیله داره صحبت نه میکنه. آیه رو، این آیه که فرمودید، قربان، آیه که فرمودید رو بخونید. آیه معروف، آیه وسیله هست. خب بفرمایید آیه رو بخونید. قرآن که داره وسیله از ابتدا تا انتها. نه عزیز دلم، اون آیه وسیله یه بخشی از این آیه است که تو آیه هست. شما آیه رو کامل بخونید بشنویم، بعد وسیله رو میرسیم بهش. حالا قرآن جدا هم نیست، فقط همین چیزی چرا فقط میده. خب بفرمایید. پس آیه رو نمیدید. شما قرآن باز کنید نوشته. بله، من خواستم خودتون باز کنید که با زبان خودتون بشنویم. در خدمتتون هستم. من فقط خواستم همین میدونم منظور از وسیله. بله. چه وسیله ای است؟ چون قرآن گفته که چی گفته؟ وسیله بین خودتون درخواست کنید. خواستم در مورد این توضیح بدید. بله بله، متشکرم از سوالتون. سوال دیگه ای ندارید قربان؟ نه، مرسی. خیلی خب، مطمئنن آقای خدمتی پاسخ شما رو خواهند داد. بله. استاد سوالو شنیدید، بفرمایید. بله، در خدمتتون. بیان اشاره کردن. البته استاد وقت زیادی هم نداریم، اگر ممکن هست چون کارشناس بعدی برنامه ببینن، ما بدم خیلی چیزا مونده که در رابطه با مسئله بله. دعوت رسول در دوران مکی عرض نکردیم. حالا من جواب بیننده بود. بیاندمون متاسفانه این کج فهمی بقیه بینندگان از آیات در رابطه با مسائل آیه سوره 5 آیه 35 سوره مائده این رو می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. شما اگر آیات آخر آیت رو بخونید این معنی اولا به شما می‌فهمونه. ای مؤمنین، از خدا بترسید و وسیله برای رسیدن به او پیدا کنید و جاهدوا فی سبیله، در راه او جهاد کنید، لعلکم تشهد رسول. منظور از وسیله اینجا چیه؟ اینشون اینطور فهمیدن که وسیله یعنی رفتن نزد قبر و قبر را، یا همون چیزی بنده عرض کردم، صاحب قبر را وسیله قرار دادن بین خود و خدا که ما چیزی نیستیم، حضرت امام، حضرت ولی، حضرت شیخ، حضرت سید، دستمون به دامن، ما را به خدا نزدیک کنید. کاملا برداشت غلطی است. حضرت علی با بینندگان به این مسئله توجه کنند. منظور از وسیله اینجا عبادت است. ابتغوا الیه الوسیله یعنی به وسیله عبادت، به وسیله نماز، به وسیله نماز سر وقت خوندن، نماز پنج وقت خوندن، نمازهای سنت خوندن، روزه ماه مبارک رمضان، روزه دوشنبه و پنجشنبه، روزه 13 و 14 و 15 هر ماه، به وسیله عبادت ها، به وسیله کمک به فقرا، به وسیله صدقه، به وسیله رسیدن به یتیم، به وسیله اینها خود را به خدا نزدیک کنید. این وسیله هست، نه وسیله قبر است. وسیله قبر نیست. وسیله این نیست که ما بریم نزد امامزاده قفل مرقدش رو بگیریم بیم دستم به دامنت. این میشه شرک، این میشه بت پرستی، این میشه غیر خدا پرستیدن. این چیزی که بنده شما اگر هم بیننده بود که این آیه رو فرمودن، اگر که به اول قرآن برگردن به سوره فاتحه که حضرت عادی و بینندگان هم حفظ دید این آیه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توجه کنید به این مسئله. روزی 17 بار شما تکرار میکنید مثلا معنیش چیه؟ بعد بگید که تقوا الهی الوسیله میشه قبر. ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی خدایا فقط تو را میپرستیم، نه غیر تو، و از تو کمک میجوییم،
نه از قبر فلان شیخ و فلان سید و نه از غیر تو. ببینید این عملیش کنید، ایاک نعبد و ایاک نستعین رو در خود عملی کنید، نه امت کلام نباشیم، امت شعار نباشیم، شعار ندید، شعار بیو. این میشه همون اگر بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد بیم قبل امامزاده رو بگیریم، این که تضاد پیدا کرد، این که نشد ایاک نستعین، استعانت و کمک از خدا جستن نشد، این استعانت و کمک از غیر خدا جستن هست. بله. من به عرض کردم فرق بین کمک و استعانت از زنده تا مرده دو تاست. این سوء تفاهمی که برای برخی کج‌فهمی برخی ها که شما از نزد کسی یا میرفتن نزد رسول الله طلب دعا و مغفرت میکردن، این مسئله عرض کردیم اشکالی ندارد. از زنده چیزی خواستن، خدایا ما میریم عرض میکنم نزد حضرت عالی که مجری برنامه هستیم، میگم التماس دعای خیر، این مشکلی نیست. و ما نزد قبر فلان اولیا و حتی بنده عرض کردم نزد قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم که اشرف مخلوقات است، جائز نیست که ما از او در این زمان چیزی بخواهیم. بعد از اینکه رحلت سر بوده است بریم نزد قبرش و از قبر رسول الله چیزی بخواهیم، میشه شرک. باید از خدا خواست. تا چه رسد کسانی که بعد از رسول الله هستند، حالا چه نوه و ذریه رسول الله صلی الله علیه وسلم، چه کسانی که با آن را افراد صالح و افراد هر شبت که مؤمن و با خدا می نامیم، چیزی که بنده عرض کردم اینها یا بینندمون در همون سوره فاطر آیه 13 فرمودند که و یک فرود به شرک کن، روز قیامت از این شرکی که به خدا آورده اید یا اینها را واسطه قرار داده اید بین خود و خدا بیزارند. استاد اگه اجازه فرمایید یک شاهد من بگیرم از نهج البلاغه خطبه 110. بله. حضرت علی اینجوری فرمودند ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله سبحانه وتعالى الايمان به وبرسوله والجهاد في سبيله فانه ذروه الاسلام. همانا بهترین چیزی که انسان ها می توانند با آن به خدای سبحان نزدیک شوند ایمان به خدا و ایمان به پیامبر علیه السلام و جهاد در راه خداست، که جهاد قله بلند اسلام و قله بلند اسلام و یکتا دانستن خدا بر اساس فطرت انسانی است. این قضیه توسل رو شاید از اینجا هم بشه گرفت، این افضل ما توسل به المتوسلون. خیلی جالب شما گفتید، این حضرت علی این تو فرمودن در نهج البلاغه، ایشون در مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگ شدن، توحید و توپرستی رو از حضرت یاد گرفتن. حضرت علی موحد بودند و حضرت علی میدانستند، نه این رو توجه کن اصلا به این مسئله اشاره نکردن، نه فرمودن که برید قبر پیامبر را وسیله قرار بدهید یا قبر من یا قبر نوه های من را وسیله قرار بدهید. جالب اینجاست که خیر و مایه توسل به المتوسل، اشاره جالبی داشتید به این مسئله حضرت عالی. این موضوع باعث که ما بعد بس نهج البلاغه را از نو بخوانیم درست گفتن، باید دقیقا فهمید نهج البلاغه را از کجا بخوانیم و منظور و مفهوم حضرت علی را درک کنیم و قبل از آن منظور و مفهوم الله، منظور و مفهوم قرآن و منظور و مفهوم رسول الله صلی الله علیه و آله در بیان در مسئله توحید و یکتاپرستی. بله استاد معذرت میخوام، مجبورم صحبتتون رو قطع کنم، باز تلفنی داریم ظاهرا، باز هم علی از شیراز، نمیدونم علی دیگری است یا یکی از همین دو علی که تا حالا تماس گرفتن. بله بیننده گرامی سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. علیک السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستم. سلام باشین. سلامت باشین. من میکنم مثل که امشب تعداد علیا زیاد شده از شیراز. بله. در خدمت شما هستم. من فرمودن خیلی سریع و خلاصه سوال ما بپرسم. ممنون از لطفتون، بفرمایید. در مورد خطبه صدر امیرالمومنین که فرمودند، بله، من میخوام اینو بپرسم، مگه قرآن شریفتر از قرآن چی هست نزد خدا؟ میتونیم به قرآن متوسل بشیم یا نه؟ و آیا این قرآن در خطبه صدر ذکر شده؟ خب نشده، در حالی که ما میتونیم به قرآن متوسل بشیم. نه شما میفرمایید میتونیم یه سوال. نه استاد میپرسید علی آقا بفرمایید، شما نظرتون رو نظر خودتون رو میگید یا پرسشی هست من بپرسم کارشناس برنامه بگم؟ من سوالم اینه در حقیقت، سوالتون رو بفرمایید قربان. اختلاف میکنم به خطبه امیرالمومنین. آیا میتوانید؟ من میخوام اینو بگم، در بله. خطبه امیرالمومنین قرآن ذکر نشده. بله ذکر شده یا ذکر نشده؟ ذکر نشده. در خطبه قرآن که ذکر نشده. بله چی ذکر شده؟ در حالی که میتونید به قرآن متوسل بشیم، پس خطبه امیرالمومنین همه موارد رو ذکر نکرده. بله. ضمن اینکه ایمان خودش یه بحث جداگونه ای داره، اعمال خیر خودش یه بحث جدا میشه توضیح داد.
حالا اون محبت فرمان توضیح بدن. بله قطعا. در مورد ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، خداوند اینجا میفرماد اونایی که در راه خدا کشته شدن رو مرده نپنداریم. سوال من اینه که آیا بقیه که مردن، یعنی از دنیا رفتن، رو باید بگیم مردن؟ خب اونا هم نمردن، اونا هم در حقیقت در عالم برزخ زنده هستن. چرا استثناء قائل شده؟ یعنی این در مورد کسانی که شهید شدن چه نکته‌ای هست که خداوند اینو استثناء قائل شده؟ خلاصه نفرمودید به من قربان، قول دادید که خلاصه بگید ولی خیلی طولانی شد، اگه ممکن هست جمعش کنید. من اصلاحی میکنم، سوال من این بود، دارم ببخشیم، خیلی متشکرم. متشکرم از تم متشکرم تماسیتون. خب خدا یار نگهدارتون. خب استاد، استاد 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم برای صحبت در این مورد. ببینید بیننده من بنده عرض کردم بد فهمی و کج فهمی، یعنی همین، شما اگر که همون علی آقا که الان زنگ زدن توجه کنن، ایشون خودشون اعتراف کردن که تمام اون چیزی که در رابطه با مسئله توحید است از جایی در اون خطبه در اونجا نفرمودن، در جای دیگه فرمودن اگر اونجا نفرمودن به این مسئله. ولی فقط خیر رو توجه کنید، خیر رو ما یتوسل به علم متوسلون. ببینید بهترین چیزی که انسانی بهش توسل میجوید چیه؟ خیر و مایت. و معناش این نیست که بقیه چیزا، شما فرمایید که قرآن جایز است به توسل جستن. خب چه توسلی به قرآن جستن؟ یعنی شما قرائت میکنید قرآن، حفظ میکنید، تدبر در معانیش میکنید، هر شبت که به آن عمل میکنید، قرآن در برنامه روزمره خودتون قرار دارید. بله ما به وسیله قرآن خوندن خود را به خدا نزدیک میکنیم، چون که قرآن دستوره که ما قرآن بخوانیم، دستوره که خدا به ما دستور داده قرآن بخوانیم. فقر او ما تیسر منه، بخوانید هر چی که میسر برای شما، چون که دستور و دستور خدا ما انجام میدهیم و هر چی که دستور خدا باشه اون را عبادت میدانیم و عبادت وسیله است برای رسیدن به خدا. این درش حرفی نیست، این درش خلافی نیست. صحبت ما بر اینه که حالا بینندمون استدلال کردن به آیه ولا تحسبن الله الذين قتلوا في سبيل الله اموات. اگر علی آقا توجه کرده باشن به این مسئله، دنباله آیه چی میفرماید؟ چرا آیه را عطر میکنید و قطع میکنید؟ دنباله آیه میفرماید چی؟ و احیاء عندك، کجا؟ تو قبرشون. توجه کنید حضرت علی و اون علی آقا و بینندگان، احیان عند قبرهم یرزقون یا عند ربهم. جالب اینجاست، عند ربهم یرزقون. اگر بنا باشه در قبرشون زنده باشن، بله پس تو انسان اصلا نمردن و تو قبرشون زنده هستن. ما بینو قبرشون میگم اینم نیست زنده، زندهی به تمام از لحاظ فیزیکی زنده، جناب آقای علی آقا که از شیراز زنگ زدید. نه اینکه ما زندهی که مرده، زندهی که نزد خداوند زنده هست، نزد خداوند روح اینها، خداوند به اونها مقام والایی داده به خاطر اخلاصشون نسبت به خدا پرستی، به یکتا پرستی. اینها را قاطی نکنید با اون چیزی که شما میرید قفل امامزاده را میگیرید، بگوید دستم به دامن از اونها خواستن. و این هم میفرماید که وقت او الیه الوسیله، این استدلال میکنند که وسیله یعنی قبر پرستی و وسیله کسی را قرار دادن بیان خود و خدا. این کج فهمی اون چیزی که در استدلال از آیه باشد، آیه باشد که قطعی و زن، یعنی همون چیزی که بنده در برنامه گذشته عرض کردم، استدلال به آیه که چند معنی احتمال دارد، استدلال از آن از لحاظ اصولی باطل است. استدلال به آیه باشد که همونطور که خدا بفرماید محکم باشد، محکم برای عبادت آمده است. در مسئله استدلال به خیلی خیلی متشکر استاد. وقت برنامه چون کارشناس دیگری هم هستند و باید با ایشون هم بحث رسالت حضرت رسول علیه السلام رو دنبال کنیم، همونطور که خودتون هم فرمودید وقت زیادی میخواد پرداختن به این زوایای این رسالت، و انشاءالله در هفته های بعد باز مزاحم شما خواهیم شد. صحبت پایانی اگه داشته باشید در خدمت شما هستم. توضیحاً همین بنده فقط میخوام عرض کنم به این آیه که بنده عرض کردم که روزی 17 بار ما میخونیم، توجه کنید یا کن عبد و یا کن استعین یعنی چی؟ این را در خود عملی کنید که میشید موحد. السلام علیکم. متشکر. علیک السلام و رحمت الله و برکاته. خدا یار و نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، یک میان برنامه رو با هم میبینیم تا ادامه بحث رو با کارشناس دیگر برنامه ادامه بدیم. اشهد ان لا اله الا الله.
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بله، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه حقیقت‌های پنهان تاریخ و مبحث رسالت رسول گرامی علیه السلام. در ادامه برنامه این بار تماسی داریم با کارشناس دیگر برنامه، آقای امیر تهرانی، که ابتدا خدمتشون عرض سلام دارم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. ما بحث رسالت، اگر برنامه رو هم دنبال کرده باشید، بحث رسالت حضرت رسول علیه السلام رو دنبال میکنیم و دعوت ایشون در اون دوران و سختی هایی که متحمل شدند. یکی از مباحثی که باز شد مبحثش، بحث تأکید پیامبر در ابتدای رسالتشون بر الوهیت، یعنی ربوبیت رو، با توجه به اینکه در توحید ربوبیت، با توجه به اینکه در اون جامعه وجود داشت، اما ایشون حتی از این مسئله برای مستمسک قرار ندادن، برای اینکه وارد تفاهم بشن با جامعه اونجا، و تأکیدن بر مسئله الوهیت و توحید الوهیت اشاره داشتند. با این مسئله شروع کردند و با توجه به اینکه این توحید در واقع پایه‌ریز تمام دعوت‌های پیامبران گذشته هم بود. خواستم این موضوع رو اگه ممکن هست شما هم مختصری درش توضیح بدید تا بریم سراغ بخش‌های بعدی این رسالت. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از لطفتون که به بنده اجازه فرمودید که در این برنامه شرکت کنم. عرضم به حضور انورتون که من مباحث خودم رو... صداتون خیلی ضعیفه آقای تهرانی، اگر ممکن هست استاد صداتون رو یه ذره بلندتر صحبت کنید متشکر میشم. الان صدای بنده خوبه؟ بسیار عالی، دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. عرض کردم خدمتتون، تشکر میکنم از حضرت عالی و خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم. علیکم السلام. عرضم به حضور شما که به نام الله یگانه آفریننده و یکتا معبود عالمیان، حمد و سپاس بیشمار سزاوار پروردگاری است که نعمت شکرانگویی را نصیب بندگان خود نمود و بر رادمرد تاریخ بشریت، منادی توحید و رحمت عالمیان درود و سلام بی‌پایان می‌فرستم. استاد من عذرخواهی می‌کنم، ظاهرا مشکل فنی پیش اومده در این ارتباطی که با شما دارن، صدا اشکال داره اینجا. اگر ممکن هست قطع می‌کنم تا فرمان، یک بار دیگه با شما تماس می‌گیرم. متشکرم. بحث همونطور که دنبال کردیم، بحث الوهیت، ببینید همونطور که استاد خدمتی هم گفتند، در ابتدای دعوت پیامبر این رسالت به شکلی بود که بایستی از نکات تفاهم بین خودشون و جامعه اون زمان مکه استفاده می بردن، بهره می بردن، برای اینکه بتونن مبحث رو، گفتمان رو باز بکنن و بتونن اهل مکه رو دعوت بدن به رسالتی که ایشون متولیش بودند. اما پیامبر این قضیه رو با توجه به اینکه نقطه مشترکی بود بین اهل مکه و تفکرات اسلام، اما این مسئله رو کنار گذاشتند، یعنی اون که اونا معتقد بودند به اینکه خداوند خالق همه عالم هست، خداوند است که الله هست که از آسمان باران میبارد، الله هست که درخت از زمین به قدرتش درخت از زمین بیرون میاد، الله هست که تمام آنچه کائناتی رو که در اطرافمون میبینیم به وجود آورده از قدرت ایشون هست. اما با این حال این نقطه مشترک کنار گذاشته میشه و با الوهیت شروع میکنند، یعنی میگن باید بگید الله یکیست، لا اله الا الله، و با اشاره به این در واقع شاید راه خودشون رو برای رسیدن به دعوت مشرکین دشوار میکنند، اما این دشواری رو میپذیرند ولی از توحید کنارگیری نمیکنند. خب برای اینکه این بحث رو ادامه بدیم با استاد، تلفنی داریم قبل از اینکه تماس مجدد با استاد تهرانی برقرار بشه. ظاهرا آقای عبدالستار از اهواز. سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام، خسته نباشین، با سلام خدمت شما و کارشناس محترم برنامه. علیکم السلام و رحمت الله. راستش من صحبتاتون به سمتی رفت که من یک بحثی داشتم در جنگ احزاب، هنگامی که حضرت علی با پهلوان بزرگ عرب وقتی مبارزه میکرد، وقتی نبرد میکردن، وقتی اون پهلوان رو شکست داد، پهلوانه گفتید اسمشون کیه؟ شکستش داد و ناکارش کرد و اومد که کارش رو تموم کنه، ضربه آخر رو بزنه. میگن که این پهلوان به روی مبارک حضرت علی توپ انداخته بود، آب دهنش رو فرد کرده بود. حضرت علی منصرف میشن از کشتنش، برمیگردن یک دو با تومنینه یکم مطر میکنن، بعد برمیگردن و آخری ضربه رو وارد میکنن. بعدن که علتش رو از حضرت علی میپرسن، حضرت علی میگن که در لحظه اینکه اون آب دهنش رو به طرف من پرکرد، من از دست اون خشمگین شدم و ترسیدم که به خاطر خشم خودم اونو بکشم و نه در راه خدا. یعنی همین امام علی، امام حسین و کل تمام ائمه، اگه ممکنه خلاصه بگید، و نه در راه خود به خاطر خودشون. حالا ما چطوری انتظار داریم ازشون؟ چطور انتظار داریم که توی اون دنیا فردای قیامت وایسن و بگن به خدا که این کسانی که به خاطر من سینه زدن اینا رو شفاعت کن؟ حتی اگر فرض رو به این بذاریم که شفاعتی هم در کار باشه، چطور انتظار دارن که بیان بگن کسی که به خاطر من سینه زده، حتی اگر بگن آقا شما شفاعت کن، میان کسایی رو که مطمئنن با فضیلت هایی که داشتن، میان کسایی رو انتخاب میکنن که در راه خدا فعالیت های انجام دادن، همون جوری که خودشون هم همینطوری بودن. ایزه بفرمایید، این مطلب رو از کجا نقل کردی؟ این حادثه رو در کدام کتاب سندش رو میگید؟ این حادثه رو من تو کتابای تاریخ، والا سند اصلیش رو من الان نمیتونم بیارم، این حادثه رو تو کتابایی که توی ایران من خوندم، توی ایران توی تاریخ، چیزی که خود تو ایران بهش کامل اعتراض دارن که همچین چیزی اتفاق افتاده. حالا دیگه ثقت و صحت و سمش رو دیگه من نمیدونم، ولی مطمئنن اینطوری بوده. متشکرم. همین تفکر به همین طرز تفکر متشکرم. رو داشتن. متشکرم. استاد تهرانی پاسخ شما رو خواهند داد. متشکرم از تماستون. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. استاد ببخشید از اینکه وقتتون این ارتباطات و مشکلات فنی پیش اومد. 10 دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم با عرض پوزش. بس خیلی طولانی مفصل است. حالا متاسفانه وقت برنامه بیشتر از این اجازه نمیده. پس من به مباحث فرعی که الان پیش اومده مقداری میپردازم و مبحث اصلی انشالله به اصطلاح جلسات آینده، چون تصور میکنم خیلی بیشتر از اینها وقت بگیره. اما به هر ترتیب، به نام الله یگانه آفریننده و یکتا معبود عالمیان، حمد و سپاس بیشمار سزاوار پروردگاری است که نعمت شکرانگویی را نصیب بندگان خود نمود و بر رادمرد تاریخ بشریت منادی توحید و رحمت عالمیان درود و سلام بی پایان می فرستم. اما بعد، قبل از هر چیز اجازه بفرمایید بنده، از اونجایی که ما سخنمون در خصوص توحید و توحید، مخصوصا الان که حضرت عالی در خصوص توحید الوهیت و توحید عبودیت در مرحله مکی اشاره می فرمایید، خدمت شما عرض شود که واقعا جفا هست. من تصور می کنم ناشکرانه است که ما نام کسانی رو که این توحید رو به ما رسوندن الان در جامعه کنونی ما به ما رسوندن، نامی از اونها نبریم. در ابتدای مبحث اگر اجازه بفرمایید من 2-3 دقیقه در این مورد صحبت کنم و بعد از اون به مبحث بپردازم. عرضم به حضور انور گرامیتون که اولا بنده اذعان میکنم که افتخار میکنم در کانالی صحبت میکنم که نامش با مسماست. چرا؟ زیرا که این کانال کانالی است که از جهان در جهان برای اولین بار سخنان توحیدی مسلحین بزرگی چون علامه ابوالفضل برقعی رحمت الله علیه را به سمع همه فارسی زبانان جهان رسانده. این کاریست بس عظیم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیر الجزا. علامه برقعی مسلحی بودند بسیار برزنده که آنچه در راه اصلاح دین و تصفیه عقاید خرافی و مبارزه علمی و فرهنگی با خرافیون و روحانی نمایان انجام دادند در تاریخ ایران به ثبت خواهد رسید. بنده این افتخار رو داشتم
که آن بزرگوار رو پس از رهایی از شکنجه و زندان و تبعید و ترور چندی قبل از وفاتشان زیارت کنم. علامه برغی پس از درک حقیقت دین دست از خرافات آبا و اجدادی خود برداشتند و تدریس در حوزه علمی قم رو ترک نمودند و حیات خود رو وقف توحید و اصلاح فرهنگ دکانداری به نام دین در ایران در سرزمین عزیزمون نمودند. در این راه شکنجه شدند، ترور شدند، تبعید گشتند، زندان رفتند و از کار و زندگی خود و مسجد خود بیرون رانده شدند و بیشتر این سختی ها را در زمان حکومتی متحمل شدند که خود را اسلامی می نامند. حکومتی که نه جمهوریت آن جمهوری است، نه اسلام آن اسلام واقعی است و نه هیچ خوی فرهنگ و تمدن خب. ایرانی رو داره. بله خب بحث علامه رو فکر کنم برای همین 2-3 دقیقه کافی. حالا اگه ممکن هست وارد مبحث بشیم برای اینکه از این 10 دقیقه وقت استفاده بهره لازم رو ببریم. بر خصوص دوست عزیزمون که سوال کردن، مبحث من از ایشون هم یه صحبتی بکنم که ایشون گفتن که مگر نه این است که ما میگوییم که آنهایی که شهید شدند نزد خداوند زنده هستند. من به این آیه از قرآن کریم این برادر عزیز و دوستمون رو میخوام اشاره بدم که این آیه رو دقت بفرماین که خداوند خطاب پیامبر اسلام میفرماید که این نکر میتون و این نهم میتون، ای محمد تو مردنی هستی، صفت میت میده. بنابراین آن زندگی که خدای تعالی به آن حیات میگه، آن حیات حیات برزخیه، آن حیات حیاتی نیست که من و شما با اون ارتباط داشته باشیم. خدای تعالی در قرآن میفرماید و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. برزخ یعنی حائل، یعنی میان آنها و میان ما حائلیست. هرگز آنها صدای ما را نمیشنوند و هرگز ما احوال از احوال اونها خبر نداریم. اینک میتون خطاب قرآنی است به پیامبر و اینهم میتون، تو مردنی هستی و اونها هم مردنی هستند. و همینطور قول عرضم به حضور انبر شما، همه ما ایمان داریم که حضرت عیسی ابن مریم زنده هست و خدای تعالی او را رفعت داده، از جمله آیه 100 و عرضم به حضور انبر گرامیتون که آیه 158 سوره مبارکه نساء که خدای تعالی میفرماید بل رفعه الله که خداوند او را رفعت داده. اما با این حال دقت بفرمایید که خدای تعالی در سوره نساء آیه 176 بیان میکنه که وقتی که از او سوال میکند که عرضم به حضور انبر شما ای مریم آیا تو به اجازه بفرمایید من آیه رو بله بله آیه سوره مائده بله سوره مائده از ابتدای آیه 109 که خدای تعالی میفرماید یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. خیلی زیباست. تمام انبیا زمانی که خدای تعالی آنها را در محشر قیامت جمع میکنه به آنها میفرماید یوم یجمع الله فیقول ماذا اجبتم، بعد از شما چگونه به دعوت شما را استجابت کردن مردم؟ قالوا لا علم لنا، میگوین ما هیچ آگاهی نداریم. انک انت علام الغیوب، علام الغیوب و علم غیب رو به کسی که صفت او کسی که سزاوار اوست عرضم به حضور شما ارائه میدن، در همون که خدا به هر حال خدای تعالی است. و در ادامه این آیات خدای تعالی از قول حضرت عیسی ابن مریم میفرماید و که وقتی که خداوند میفرماید و اذ قال الله، هنگامی که خدای تعالی به مریم به عیسی ابن مریم میگوی آیه 116 سوره مبارکه مائده و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، هنگامی که الله سبحانه و تعالی به عیسی ابن مریم میگوید انت قلت للناس، آیا تو به مردم گفتی اتخذونی و امی الهین من دون الله، آن کاری که الان به قول معروف مسیحی ها میکنن، آیا تو به مردم گفتی که ما را معبود بگیری؟ قال سبحانك ما یکون لی ان اقول لک اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسك انت علام القیوب انك انت علام القیوب. جالب اینجاست که در ادامه میفرماید فلما توفیتنی، هنگامی که مرا وفات دادی. بله.
یعنی این رفعت رو خداوند نام وفات به او میده، در حالی که زنده هست اما وفاته. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، تو بر آنها رقیب بودی، و انت علی کل شیء شهید، و تو هستی که شهید هستی نه من، من هیچی نمیدونستم. خیلی زیباست. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، تا زمانی که من در میانشان بودم من شهید هستم، بله میتوانم شهادت بدم در اعمالی که کردم. فلما توفیتنی، هنگامی که مرا وفات دادی، حالا این وفات رو به فارسی میراندن ترجمه میکنیم که تصور نمیکنم ترجمه صحیحی باشه، بله. اما این وفات وفاتی است که خدای تعالی رفعت داد به حضرت عیسی به مریم. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، تو بر آنها رقیب بودی، و انت علی کل شیء شهید. این نمونه دیگری از صدها نمونه قرآنی است که انبیاء الهی که با والاترین انسانها بودند اذعان میکنند که علم غیب فقط مخصوص خداونده، و بعد از وفاتشون یا مماتشون اینها هیچ علمی ندارند از دنیا، و در حقیقت با دنیا انقطاع کامل دارند و حیاتشون حیات برزخی است. بله. خب در مورد دعوت به الوهیت، با توجه به اینکه یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، میتونید وارد مبحث بشیم، اشاره‌ای داشته باشید و مقدمه ای، شاید حالا من فکر کنم مقدمه رو گفتید، برای اینکه بتونیم این مبحث رو باز کنید. نظرتون چی استاد؟ والا در این یک دقیقه من فقط میتونم این رو عرض کنم، بله، که خیلی سریع بگم که در حقیقت عبادت اسمی جامع که بر هر آنچه مورد رضایت خداوند می شود اطلاق می گردد. بنابراین بسیار تنگ نظری است اگر عبادت رو منحصر به نماز و روزه و حج و زکات بدانیم. هر کاری که بنده انجام بده و رضایت الله رو در آن جستجو کنه عبادته. درس خوندن عبادته. کمک در ساختن بیمارستان و دانشگاه و مدرسه عبادته. کمک به مستمندان عبادته. نه. مشکل دیگر انسانها رو حل و فصل کردن عبادته. رزق و روزی حلال به منزل آوردن عبادته. رشوه ندادن و نزول نگرفتن از خلق خدا عبادته. طبیب اگر در طبابتش برای رضای خدا عمل کنه این عبادت میکنه. معلم اگر در تعلیمش برای خدای تعالی عمل بکنه این در حقیقت عبادت کرده. اما ما انواع توحید رو و اینکه ما به توحید عبادت و توحید الوهیت و خصلت‌های دعوت مکی، در حقیقت ویژگی‌های دعوت مکی که رسول خدا در دعوت مکی چه کرد که در حقیقت این رو تفاوت داشت با دعوت مدنی و دعوتی که در مدینه کرد، این احتیاج به تفصیل داره و احتیاج به این داره که ما موشکافی بکنیم و اینکه بدانیم که رسول گرامی اسلام چگونه صحابه خود رو در زمان عرضم حضور شما مکه چنان تربیت کرد و چنان آموخت که اونها تونستن در دنیا تغییری انجام بدن که تا امروز ما این تغییر رو میبینیم. بله. متشکرم استاد و عذر میخوام از اینکه وقت برنامه ناخواسته، به هر حال برنامه زنده است و زمان مشخصی داره و حالا تماس هایی که گرفته میشه گاه وقت از به شکلی پیش میاد که حالا ما متاسفانه با توجه به اینکه وقت گذاشته بودیم که بیشتر در خدمتتون باشیم این امکان برامون پیش نیومد. هفته های آینده انشالله در خدمتتون خواهیم بود برای موشکافی این برنامه، این مسئله، و تا هفته دیگه خدا یار و نگهدار شما. شکرم. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدارتون. بله، همونطور که در پایان صحبت‌ها جمله زیبایی رو در مورد عبادت استاد تهرانی گفتند، همه کارهای ما ممکن هست عبادت باشد، اما شرط اصلی اون اینه که برای الله باری تعالی باشه. توحید رو فراموش نکنیم. در کنار همه کارهاتون رضای الله رو در نظر بگیرید و بدانید که او از همه چیز به شما نزدیکتره. میتونید ارتباط مستقیم و بدون هیچ رابطی رو با الله باری تعالی ایجاد بکنید و همونطور که گفتند از رگ گردن هم به شما نزدیکتر خواهند بود. و شما رو به خدای بزرگوار میسپارم تا برنامه دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین. Oh.